خدا رو شکر با این پرستش فوق‌العاده عالی. ایمان دارم که بقیه لحظات روز ما مبارک و برکت یافته هست. آمین. با اینکه پرستش فوق‌العاده عالی داشتیم، با اینکه الیزای عزیزم دعای خیلی عالی کرد، ولی خیلی تو قلبم عزیزان که باز هم فضای اینجا بیشتر از همیشه آکنده از دعا باشه، مخصوصا دعای شما مقدسین. خیلی ضروری میبینم که بایستین یک دقیقه برای من دعا کنین، منو برکت بدین. عزیزان نیازمند دعای شما هستم. دعا کنی که کلام خداوند جاری بشه، به قول پولس رسول کلام خداوند در کلیساش جلال بیابه، عزت بیابه. آمین. مرسی. آمین. شکر برای وجودتون، شکر برای تک تکتون که اینجا هستین، شکر برای عزیزانی که همراهان همیشگی آلفا و اومگا که الان به ما پیوستن. شکر. ایمان دارم با این دعای شما عزیزان، عیسی قیام کردی کنار کلامش ایستاده و به کلامش، به پیامش، هر چقدر که قامز باشه قدرت داره که معنا ببخشه. آمین. تا حالا شده عزیزان خدا رو اون دور دست ها ببینین و در وجود خودت آه بکشی، بگی کاش خدا یکم نزدیکتر بود، کاش که صدای خدا رو میشنیدم، کاش که یک رابطه خیلی نزدیکتری با او داشتم، کاش که یک تجربه متفاوتی داشتم با خدا من. تا حالا شده؟ من که خیلی. تا حالا شده در تنهایی، ناامیدی، در اون منجلاب گناه، احساس تقصیر، احساس محکومیت، انقدر خدا رو دور دیدی، انقدر اون پایین بودی که خدا رو دور دیدی، اصلا گفتی خدا دعای من نمیشنوه، همین مونده که دعا کنم، اصلا هیچ حسی برای دعا کردن نداشته. نیست؟ بارها شده، این تجربه شخصی منه و همینطور خیلی از شما. گاهن خودمونو به در و دیوار میزنیم عزیزان که یک رابطه مجدد با خدا من پیدا کنیم، مخصوصا اگه خدا رو چشیده باشیم، اگه با خدا ملاقات کرده باشیم. هرگز برامون عادی نمیشه که با خدا هیچ رابطه ای نداشته باشیم. برای همین هر کاری میکنیم که دوباره وجود هستی بخش او رو در زندگیمون، در مذبح‌های دعامون تجربه کنیم. اینطور نیست؟ وقتی هم به عهد عتیق نگاه میکنیم، میبینیم اصل اساس تمامی قربانی ها، جشن ها، تمامی اعیاد، تمامی اون سمبول ها، تمامی هر آنچه که در عهد عتیق، هرچند که در وهله اول مرکزیت خود عیسی مسیح در تمامی بافت کتاب مقدس، نه فقط عهد عتیق، ما مرکزیت عیسی مسیح رو میبینیم. در همه چی عیسی مسیح قیام کرده، مصلوب شده و قیام کرده رو میبینیم. این پیام عیسی رو به ما میده، اینه یه سایه عیسی که در صفحه به صفحه کتاب مقدس داره ما رو جلو میبره. این در وهله اوله، ولی در وهله دوم دلیل این همه قربانی ها و مناسبت ها این بود که خدا خیلی بیشتر از ما عزیزان مشتاق، تشنه است که با ما وارد یک رابطه بشه، یک مشارکت من و تویی با من و تو داشته باشه. باور میکنی؟ خدا خیلی تشنه تره، خدا خیلی مشتاق تره و همیشه از صبح پیدایش که آدم و حوا گناه کردن، یک راهی پیدا کرده تا دوباره عزیز خودش
آفرینشش بی همتای خودش، دوباره به اون وصل شه، دوباره حضور زنده یهوه خدا رو تجربه کنه. و یکی از این راه‌هایی که خداوند خلق کرده، خداوند به وجود آورده، مناسبت‌های قربانی هاست که باز هم میگم نه تنها سایه ای از کار نجات بخش عیسی مسیح خداونده، بلکه برای این قربانی های عهد عتیق که دوباره انسان رو وارد اون مصالحه کنه، وارد اون صلح و آشتی با خودش بکنه. و یکی از پر اهمیت ترین، عزیزان، غنی ترین و مهمترین قربانی هایی که در عهد عتیق جشن کفاره یا روز کفاره هست، امید تمامی قوم در سال به این روز کفاره بود. وقتی که قوم دیگه در اون زلالت، تقصیر، احساس محکومیت، دیگه واقعا احساس میکرد چقدر یهوه خدا، خدایی که هیچ خدایی به خدای اون نمیرسه، چقدر از اونا دوره، و منتظر روز کفاره بودن که با توبه، ندامت، ذلیل کردن جانشان به وسیله روزه، قربانی های خودشون رو با قربانی های هزاران هزار قربانی سرازیر می شدن به طرف مذبح قربانی. یک روز خیلی عجیبی بود عزیزان، یک روز خیلی عظیمی بود، یک روز خیلی طاقت فرسایی بود، به نظر من یک روز خیلی ترسناکی بود. بیشتر از این که اسمشو بذارم کفاره، میگم روز کشتارگاه، روزی که هزاران گوسفندی که در حال ناله و فغان هستن دارن کشیده میشن به سمت مذبح قربانی، به سمت اون کشتارگاه. یک صحنه خیلی طاقت فرساییه. از اون میخوام تصور کنیم، میخوام خودتون رو اونجا ببینین، مخصوصا خودتون رو به جای کاهن بذارین که با اون تطهیرات خیلی سخت، چند روز در تطهیرات قدس بوده که لباسی در زینت قدوسیت بپوشه، تمام اون لباسها آغشته به خون بوده، و گوسفندایی رو تصور کنین که در صحن بیرونی چطور رو هم انباشته شده، در حال دست و پا زدن هستن، و بیشتر از همه چی، تمام این صحنه‌های مشمئز کننده، اون بوی نفرت انگیز خونه که تمام اون فضا و صحن بیرونی رو در بر گرفته. نمیدونم تا حالا رفتیم بیمارستان هایی که بیمارانی که رو به احتضارن، چندین بار این بو واقعا تا یکی دو روز حال منو بد کرد، اینقدر این بو بده. و نزدیکی های غروب، فکر کنید ساعت ها کاهن روی پا ایستاده و آروم خودشو به قدس میرسونه، البته باز هم دوباره باید غسل کنه، باز هم باید تطهیرات کنه، دوباره حرکت میکنه، میبینه دیگه خودش نا نداره، قوم خدا دیگه دارن حال میرن، انگار تو دلشون میگن کی خدا و این روز تموم میشه، و خودشو به قدس میرسونه. اینجا رو تصور کنی که صحنه بیرونی خیمه اجتماع بوده و اینجا مذبح قربانیه و سیم من نمیرسه، که خودشو به قدس برسونه. ما نمیتونیم به مکان قدس بریم به جز هارون و پسرانش. فقط کاهن اعظم بود که میتونست وارد قدس بشه، چون اون مذبح طلایی بخور داخل قدس بود و کاهن اونجا میره
یک آتشدان طلایی برمی‌داره از روی مذبحی که پر از آتش‌های افروخته است، آتش توی آتشدان می‌ذاره، اون عطریات منحصر به فرد که کلام خدا میگه عطرهای نمکین یعنی مقدس، اونا رو روی آتشدان می‌ریزه و وارد اون صحنه مشمعس کننده و نکبت باری که همه قوم دیگه داشتن حال می رفتن میشه. کاهن وارد میشه وقتی که این آتشدان رو با این بخور خوش عطر رو در فضا اینطور تکون میده، عزیزان انگار که یک بوی مطبوع، یک عطر خیلی خوشایند تمامی اون فضا رو در بر میگه. یه رایحه‌ای که فقط این بو، این عطر مقدسه که میتونه بر اون همه چیزهای منفی غالب بشه. و انگار توی یه لحظه حال کاهن عوض میشه، حال قوم عوض میشه، انگار یه تر و تازگی پیدا میکنه، انگار یه نویدیه که قربانی های اونا، توبه اونا، اعتراف اونا پذیرفته شده. در یک آن دستاشون رو بالا میبرن و شکر و سپاس خدا رو به جا میارن. عزیزان چقدر زیبا داوود در مزمور 141 این صحنه رو، انگار این آتشه برای عوض شدن اون جو و عوض شدن جو که خودش نظاره‌گر بوده به تصویر میکشه. مزمور 141 میگه ای خداوند تو را میخوانم، نزد من بشتاب، از من دور نباش، چون تو را بخوانم آواز مرا بشنو، دعای من به حضور تو مثل بخور آراسته شود و برافراشتن دستهایم مثل قربانی هدیه شام. عزیزان وقتی در زمانهای سختی هستیم، وقتی خودمونو پشت دیوارهای بسته میبینیم، میبینیم نیست؟ خیلی موقع ها ما این تجربه ها رو میکنیم، بیماری های ناعلاج که مثل سونامی تو زندگی های ما رخنه میکنه، از وسوسه های شیطان گرفته، حملات دشمن گرفته، تمام این اینا، همه این تجربه ها انگار بوی نامطبوع در زندگی ما میده، بوی جبر، بوی آزار، بوی فشارها و دردهای، بوی مرگ که در ایران، افغانستان این طور داره به مشام میرسه، مخصوصا در این روزا. عزیزان کدوم بخوره، کدوم عطریاته که میتونه بر این همه رایحه‌های آزاردهنده و نامطبوع غالب بشه؟ عزیزان ما انسان ها با کدوم ثروت، با کدوم سیاست، با کدوم قدرت میتونیم یک کمی از این ناملایمات و فشارهای زندگیمون کم کنیم؟ میتونیم عزیزان به جز این که دعاهای ما در نام پرقدرت عیسی مسیح به حضور خدا بالا بره. تمام عطریاتی که کاهن اونجا میرزه سمبل شخصیت عیسی مسیح و نام عیسی مسیح، دعای مقدسینی که از دل بلند میشه به حضور خدا میرسه. برای اینکه اینه یه مقدار بهتر متوجه بشیم، خیمه اجتماع رو میخوام نشونتون بدم که خیمه عبادت هم گفته میشه، مرکز حیات قوم یهوده. این تصویری که فقط خیمه اجتماعه. عزیزان تمام من مخصوصا اینو انتخاب کردم در اول که اسباب اساسیه زیادی هست در صحن بیرونی، همجور صحن قدس و قدس و لقداس. فقط من امروز دارم خودم خیلی مواظبم که خارج نشم از مذبح بخور و مذبح قربانی. عزیزان تمام اسباب اساسی که تو خیمه عبادته نه تنها واقعیت‌های الهیاتی داره، نه تنها واقعیت‌های تاریخی داره، بلکه واقعیت‌هایی داره که امروز در زندگی من و تو به طور عینی میتونیم تجربه کنیم. آمین؟ باور میکنین که میتونیم تجربه کنیم؟ مذبح برنجی که قربانی ها رو کاهن میداد، که اون صحنه رو که براتون تعریف کردم سمبل چیه؟
نجات مرگ عیسی مسیح، کفاره خون عیسی مسیح، سمبل فدیه گناهانه. این تو صحن بیرونیه. بعد صحن داخلی، اولین چیزی که داریم میبینیم اون چهارگوشه مذبح چیه؟ مذبح بخوره. مذبح بخور تو صحن بیرونی نیست، یعنی کاهن باید بره یه پرده یه بکشه کنار و وارد اون بشه. اولین اسباب اساسیه که در قدس مذبح بخوره. مذبح قربانی عزیزان نمایانگر افرادی هستن که توبه نکردن و اینجا میان توبه میکنن، نجات رو دریافت میکنن. آمین. آمین که روح القدس کمک کنه. مذبح برنجین نیاز تمام انسان هاست در لحظه که میخوان نجات پیدا کنن. وقتی فدیه عیسی مسیح، این قربانی برتر در عهد بهتر رو دریافت میکنن، نجات میابن. اما بعد از این اینجا گیر نمیکنن. دائما شخصی که ایمان آورده میره در کنار مذبح بخوره. مذبح بخور مختص دعا و شفاعت یک ایمان داره. آمین. برای اینکه دعاهای ما به حضور خدا مثل بخوری خوشبو برسه، ما نباید تو این مذبح برنجین گیر کنیم. مذبح برنجین فقط مختص افرادیه که نجات ندارن و گناهکارن. وقتی که نجات پیدا میکنیم، یعنی منظور اینه ما هی به طرف صلیب بر نمیگردیم. آمین. بلکه به طرف تخت رحمت، جایی که مذبح بخوره، جایی که قدسه و خیلی اسباب اساسی دیگه هست که تعریفای خیلی عمیقی داره از عیسی مسیح و همینجور تجربه هایی که تو زندگی ما میتونیم به طور شخصی بکنیم. میگم خیلی دارم مواظبم که از این مسیر مذبح بخور خارج نشم. آمین. ما بر نمیگردیم هی به طرف صلیب، بلکه به طرف تخت رحمت، جایی که مذبح بخوره، اونجا که کاهن و پسرانش میرن. ما در عهد جدید چی هستیم؟ اول پتروس باب 2 آیه فکر کنم 8 اگه اشتباه نکنم میگه ما ملک مقدس او هستیم، کاهنان ملوکانه او هستیم. یعنی یه کاهنی که مثل به رتبه همون کاهن خیلی بالاتر، نه تنها کهانت عیسی مسیح و شفاعت عیسی مسیح و برای ما این مذبح بخور به تصویر میکشه، بلکه شفاعت من و تو رو. آمین. من و تو وقتی کنار مذبح بخور هستیم، یعنی داریم دعا و شفاعت میکنیم، باید بدونیم دعا و شفاعت حقیرانه ما انسانها هیچ وقت بالا نمیره، بدونی که عیسی مسیح خداوند، این شفیع دلسوز ما، ایمان داشته باشیم که کنار ما ایستاده. پس میگه با دلیری نزدیک تخت فیض خدا بریم، نزدیک این مذبح بخور بریم تا فیضی رو ذخیره کنیم. مذبح بخور نماینگر فیضه، تخت رحمته. میگه با دلیری بریم، به خاطر خون عیسی مسیح بریم تا فیضی رو ذخیره کنین، تا به وقت اعانت، در وقت ضرورت شما رو دستگیری کنه، اعانت کنه. آمین. ما با دلیری مثل هارون و پسرانش به مذبح بخور میریم عزیزان، تا دعاهای ما که آغشته به عطریات. عطریات چی بود؟ نام عیسی مسیحه. تمام عطریات سمبل نام عیسی مسیحه. میگه عطرهای تو در غزل ها باب 1 آیه 3 اگه اشتباه نکنم میگه عطرهای تو بوی خوش داره و اسم تو عزیزان، اسم تو مثل عطر ریخته شده است. وقتی در دعا اسم او رو با ایمان، نه فقط زبونی، یه موقع اینقدر چیزایی رو ما میگیم که اینه کلیشه شده برامون و اون عمق و معناش رو از دست داده، که اسم عیسی مسیح چه قدرتی داره اگه در قلبمون اینو ایمان داشته باشیم. در مکاشفه هم میگه، مکاشفه باب 8 آیه 4 میگه دود بخور
و فرشته دیگر آمد نزد بخور بایستاد با مجمری از طلا و بخور بسیار که به دو داده شد تا آن را به دعای جمیع مقدسین بر مذبح طلا پیش تخت خدا ببرد. آمین. اما از شما چه پنهون عزیزم، وقتی به اینجا رسیدم یه جور گیر کردم، گفتم یعنی اصلا احساس میکنم راضی نیستم، احساس میکنم تمام این چیزهایی که دارم میگم در حد تعلیمه، میدونی؟ احساس میکردم در حد چیزی که داریم انگار کلیسا رو تشویق میکنیم، دوباره تعلیم میدیم، انگار یه چیز زنده تر میخواستم، انگار یه چیزی میخواستم از خدا دریافت کنم که در زندگی تک تک ما جسم بپوشه، عینی باشه، در حد تعلیم نباشه، فقط نصیحت و تشویق نباشه. عزیزان همجور راه میرفتم در اتاق تنها بودم، گفتم خداوند واقعا چطور ما میتونیم امروز در عهد جدید واقعا خیلی دعا میکنیم، ولی کو چطور واقعا اون دعاهایی که مثل عطر خوشبو برسه و بازو و دست پرقدرت تو رو در زندگی های ما تکون بده؟ چطور ای خداوند؟ ما به عنوان کلیسا خدمت کهانت داریم عزیزان، خدمت کهانت ملوکانه داریم که باید در دعا و شفاعت باشیم. با کدام موعظه های خداوند، با کدام تعلیمات یه جرقه در دل این اعضای کلیسا و خود من که فقط تعلیم و حرف نباشه زده بشه، تا واقعا دعاهای ما مثل بخور خوشبو به مشام تو برسه. در وهله اول دعا و شفاعت مال کلیساست، نیست؟ پولس میگه به اصرار تمام، به التماس برای کلیسا در دعا باشین، برای خواهر برادراتون، برای خانواده هایی که داره هم میپاشه، برای بیداری کلیسا، برای کلیسایی که خدایی نکرده مثل باکره های نادان از ربایش جان همونن، با اصرار و التماس برای کلیسا، خواهر برادراتون، این وظیفه ما در وهله اوله برای هم دیگه. عزیزان در دعا باشیم، در شفاعت به چطوره خداوند، چطوره خداوند. دائم این سوالو میکردم، ای خداوند در این زمانهای آخر خمیرمایه های انحرافی چطور با تعلیمات وارد کلیسا میشه، چطور از بیرون درون کلیسا بدن تو مورد تهاجم دشمن قرار میگیره، با کدوم دعاهایی که حقیقتا نه در حرف نه در تعلیم بالا بره برای تک تک ما و به عنوان جماعت کهانت ملوکانه، خدمت کلیسا عزیزان، خدمت کهانت در وهله اول چطور کلیسا رو به این مرتبه بیاریم. واقعا همینطور دعا میکردم که صدای خدا رو در گوش خودم با یه آیه شنیدم که همینطور این آیه های بعدی جاری میشد. شور که واقعا هر موقع در آسمان میزنی در اون افتادگی و عجزت خداوند بی جواب نمیذاره. در عبرانیان باب 13 آیه 15 میگه پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی که به اسم او معترفه. وقتی که اینو شنیدم احساس کردم اوه خداوند، پس یه قربانی دیگه، یعنی از این مذبح قربانی ما یهویی نمیتونیم بپریم تو مذبح بخور، ولی قربانی که در عهد جدید به خداوند میدیم گاو و گوسفند نیست، بلکه ثمره لبهایی که به اسم مسیح معترفه. عزیزان اعتراف میکنه در چی؟ در دعا و شفاعت در وهله اول، نه، در شکرگزاری، در حمد و تسبیح او. به زبان ساده تر شکرگزاری های ما عزیزان همچون قربانی های عهد عتیق که سالی یه بار بود، ولی هر لحظه هر آن به حضور خدا مثل اون بخور خوشبو میرسه شکرگزاری های ما عزیزان. مزمور 50 آیه 14 میگه برای خدا قربانی تشکر بگذران، چون قربانی های شکرگزاریه که باعث تمجید خدا میشه. تو افسوسیان باب 5 آیه 20 میگه پیوسته عزیزان به جهت هر چیز خدا رو شکر و سپاس بگیم. مگه میشه
وقتی داغون افتاده ایم، وقتی زندگی های ما مخروبه، وقتی هیچ امیدی به آینده نداریم، گذشتمون درب داغونه، برای چی باید شکرگزاری کنیم؟ برای این همه نکبتی که ایران و افغانستان و کلیسایی که گاهن به خواب میره، برای این شکرگزاری؟ نه، پولس میگه شکرگزاری کنیم برای تمام این چیزهایی که خدا به خاطر رحمت و نیکویی پایدار و همیشگیش میتونه تمام اینا رو به خیریت مبدل کنه. آمین. میتونه از ما زنان و مردانی با استقامت و پایدار هر این جهان و دنیا در دعا بسازه. میتونه طلای ایمان ما رو از آتش عبور بده و خالص و گرانبهاتر بکنه. برای این باید شکرگزاری کنیم عزیزان. شکرگزاری مثل اون قربانی های روی مذبحه که ما رو چیکار میکنه؟ وارد قدس میکنه، وارد تخت رحمت میکنه، وارد نزدیک شدن به اون مذبح طلایی و اون عطریات مقدس میکنه. اینجا آمین داره یا نه عزیزان؟ شکرگزاری کلید باز شدن هر در بسته، هر دروازه های زنگ زده زندگی ماست. دیدی؟ یه موقع دروازه ها رو میخوای باز کنی، در رو جریک جریک صدا میده. شکرگزاری مثل اون روغنیه عزیزان که تو این دروازه ها و درهای زنگ زده زندگی های ما پاشیده میشه و ما میتونیم وارد قدس بشیم، ما میتونیم نزدیک تخت رحمت بشیم. عزیزان وقتی در هر شرایطی شکرگزاری میکنی، انگار از این صحنه بیرونی، از این مذبح برنجین، از این مذبح قربانی که دائما یه موقع ها بعضی ها میبینم آویزونشن، دائم شکر منو از نجاتم دادی، خونه تو ریختی، منو خریدی، اوکی شکر، همه چی از صلیب میاد، ولی برو جلو، برو نزدیک خدای قیام کرده که در قدس منتظر توه. آمین. مزمور 104 میگه به دروازه های او با حمد وارد شیم، به صحنای او با تسبیح، او را حمد گویید و متبارک گویید. چرا؟ چون خداوند نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است. عزیزان کسی که میاد دعا میکنه بدون شکرگزاری، با دلی که پر از غرغره، شکفست، ادعاست، عزیزان میره در حضور خدا. خود من بارها این کار کردم، بهت قول میدم، قول بهت میدم، استغاثه و زنجمورهای تو هیچ فرشته نزدیکت نمیشه، چه برسه که دعاهای تو رو نزد خدا بالا ببره. قول بهت میدم، خیلی من با این کارا سعی کردم خداوند رو تحت تاثیر قرار بدم. تازه هیچ جایی کتاب مقدس ندیدم هیچ قربانی برای غرغر شکایت باشه، برای گناه هست، برای گناه های سهوی هست، قربانی های سوختنی وقف و تسلیم هست، ولی هیچ قربانی برای شکفه و غرغر و زیاد خواهی ها و نارضایتی های ما نیست به جز تأدیب الهی. از اول کتاب مقدس تا آخر کتاب مقدس اینو میبینیم. شکرگزاری کلید عزیزان آزادسازی قدرت خداست برای زندگی تک تک ما و کلیسای ما. در روایت انجیل میبینیم عیسی مسیح خداوند میره، هزاران افراد اونجا نشستن گرسنه، میان دو تا تیکه ماهی و 5 تا نان بهش میدن. چی کار میکنه؟ در آسمان میگیره خدایا شکر، آنچه که ناکافی بود بیشتر از حد نیاز شد. تا حالا دعا کردین؟ غذا درست کردین؟ یک عالم مهمون امکان داشته کم بیاد. بارها شنیدم، بارها خودم تجربه کردم، با شکرگزاری در حضور خدا بلند کردن قبل از اینکه دستتو به غذا بزنی، قربانی های شکرگزاری رو بلند کنی، کافی خواهد بود، بیشتر از نیازت. عزیزان عیسی مسیح جلو قبر ایلازر که 4 روز مرده پوسیده بود میره، شکر خداوند، شکر که دعای منو میشنوی، از لبهای او دور بیرون میاد، دورهای شکرگزاری که تمام اون مرگ، بوی مرگ، پوسیدگی رو تبدیل به طراوت، حیات، زندگی میکنه. عزیزان
ما نجات یافتگان هستیم، نیست وارثان خدا هستیم. نمیدونم الان تو چه وضعیتی هستی که نمیتونی شک گذاری کنی، ولی شک کن. پیام خدا امروز برای تو اینه، در هر وضعیتی که هستی شک گذاری کن. آمین. اگر در سایه های تاریک موت هستی، گوسفندا خیلی از سایه ها میترسن و ما هم سمبول عیسی مسیح میگه گوسفندان این شبان نیکو نیست. یکی از خصوصیت ما اینه که از سایه ها میترسیم. عزیزان اصلا هنوز نیومده سایه‌شو میبینیم، یه نامه میاد، یه اتفاقی میفته، یه خبری میاد، سایه است، جونمون در میره. در همون وضعیت بگو شکر، ای خداوند تو نور جهان هستی، تویی که چراغ من رو روشن میکنی. آمین. قلبتو شکسته، روحت شکسته، یه موقع کلیسا فکر میکنی فقط دست و پای انسان ها میشکنه، باید گچ بگیریم. نه، قلب های شکسته و روح های شکسته خیلی بیشتر احتیاج به التیام داره. اگه تو این لحظه روح و قلبت شکسته و نمیتونی شکرگزاری کنی، شکرگزاری کن. اتفاقا شکرگزاری کن، بگو شکر خداوند که تو عیسی مسیح بلسان شفابخش من هستی. آمین. اگه در نیمه شب هستی، الان تمامی جهان در نیمه شب داره زندگی میکنه، طلوع صبح نزدیکه، بگو ای خداوند شکر که تو ستاره صبح من هستی و به زودی طلوع میکنی، صبح رستگاری و آزادی رو خواهیم چشید. آمین. خواهیم چشید با همدیگه. اگه در دره ها گیر کردی، افتادی تو ایمانت، ضعف کردی، احساس میکنی اون پایینی، هیچکی نمیفهمه تو چه وضعیتی هستی، اشکال نداره، تو همون دره ها، تو همون شکم ماهی مثل یونس شکر کن خدا رو، شکر کن خدا رو که ای خداوند تو سوسن وادی های من هستی. در همون وادی هایی که هیچ گل گیاهی در نمیاد، اما عیسی مسیح سوسن وادی های ماست. وقتی شکر میکنی اینو خود تجربه میکنی. هیچ چیزی عزیزان در این 10 دقیقه آخر، امیدوارم 10 دقیقه آخر باشه، انقدر واقعا این چند روز مغزم پر بود از کدوماش بزنم که فقط بیستم توی قسمتی. مزمور 107 وقتی میخونی عزیزان، بهتون میگم بخونی، خواهش میکنم بخونی، یک نقطه عطف بزرگی در زندگی شما برای شکرگزاری پدید میاد، چون هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه. عاشق این تکراراشم. یه موقع بود این 43 آیه رو تمام حفظ بودم، بعد از کرونا انگار زائقه زد. خدا در این کلامش مرتب موقعیت‌های تهدید کننده انسان‌ها رو، موقعیت‌هایی که انسان‌ها تو تنگناها گیر کردن، داره تکرار می‌کنه عزیزان، تکرار می‌کنه و تکرار می‌کنه. خب آدمایی که تو بدبختی بودن چطور فقط روشون رو به طرف خدا کردن، ناله کردن، خدا دویده برای اینا. بعد مزمور نویس میگه با شکر و سشکر و خدا رو، زیرا رحمت او ابدیه. چطور راه خروج رو تو این مضمون نشون میده؟ مثلا آیه 1-3، فدیه شدگان خداوند، فدیه شدگان خداوند، شکر کنین خداوند رو. البته این مزمور داره به تبعید اسرائیل، قوم اسرائیل داره اشاره میکنه، وقتی داشتن تبعید وارد اورشلیم میشدن. ولی چقدر بیشتر ما فدیه شدگان هستیم. میگه فدیه شدگان خداوند خدا رو شکر کنن. اینجا هنوز نیومده. فدیه شدگان خداوند خدا رو شکر کنن، خدا رو حمد گوین، چون اونا رو از سرزمین دشمن، از سرزمین اسارت وارد وطن خودشون کرد. عزیزان ما هم تو تبعیدیم نیست، داریم به وطن آسمانی میریم عزیزان، دوره تبعید ماست و خداوند ما رو از تمام دشمنان روح و جسم و نفس رهایی میده عزیزان، چون که نیکوس و رحمت او ابدیه تا فدیه شدگان به وطن آسمانی برسن. آیه های 4-7 افرادی رو میگه که راه مستقیم داشتن میرفتن، ها عزیزان میشناسین، روگردان میشن، یا
یهو دارن میرن تو این شهرهای مقدس، یهو جاده خاکی میزنن. تو این مزمور اومده میگه گرسنه و تشنه میشن. از نظر روحانی من حالا میگم، از تنگی های خودشون فریاد به حضور خدا میبرن. ای خداوند، نمیدونم، گم شدم، گیر کردم، راه مستقیم رو از دست دادم، و خداوند فوری به فریاد اونا میرسه. از بیمارانی سخن میگه عزیزان که هر قسم خوراک برای جان آنها مکرو بوده و مرگ مثل یک تهدیدی نزدیک خودشون میدن. تو زمانای کرونا اینو چشیدی نیست؟ بارها که اصلا غذا نتونستیم بخوریم، آب نتونستیم بخوریم، هیچکی نفهمیده که چقدر تهدید مرگ به شما نزدیک شده. فقط میگه خداوند رو تنگی خود خواندن و خداوند اومد و از اونایی صحبت میکنه که پسران گم شده هستن. عزیزان این برای من خیلی جالب بود، هر دفعه که میخونم، اگه برای صدها بار بخونم، پسران گم شده، کسایی که تو خونه بودن ولی الان نیستن، میگه اونا به آهن و مذلت بسته شدن. اشاره به اون سختی های روحانی که شاید خودشون هم متوجه نمیشن، به دروازه های موت دارن نزدیک میشن، چون با کلام خدا مخالفت کردن، چون نصیحت خدا رو خار شمردن. و خدا این پسران گم شده رو در جانهای خودشون به خاطر رحمتش ها ذلیل میسازه. پسران گم شده، یادته پسر گم شده در خوکدونی، ذلیل میسازه چون دوستشون داره. اگه این کارو نکنه واقعا انگار از فیض خدا دور هستن. تا چی بشن؟ تا نزد خدا دعا بلند کنن و خدا به سمت اونا بیاد. و کسایی رو میگه که در عقل خودشون حیرانن، سرگردون شدن. تا حالا شده ذهنهای پریشان، افکار پریشان، میگه نزد خداوند دعا میکنن، شکرگزاری میکنن، خدا رو صدا میکنن. عزیزان خداوند در تمامی این مزمور مثل یه خیشاوند نیکو، مثل یه خیشاوند نزدیک که میاد از خیش تهدید کننده خودش، تهدید شده خودش حمایت میکنه، بارهای اونا رو بر میداره تا اونا رو عبور بده. و در آیه 21 میگه پس خداوند رو به سبب رحمتش شکر کنید. و به سبب کارهای عجیبی که با بنی آدم میکنه، اینو پاراگراف به پاراگراف داره تکرار میکنه عزیزان. و قربانی های تشکر را بگذرانید و اعمال وی را به ترنم ذکر کنید. نیست؟ بعد آخرین آیه انگار یه تیر یک میزنه به هدف، نقطه عطف تمامی این 43 آیه است. میگه کیست خردمند تا به این چیزها تفکر کند؟ این 43 آیه که تک تکش رو تو زندگیامون تجربه کردیم، کیست خردمند تا به دین چیزها تفکر نماید؟ که ایشان رحمتهای خدا رو خواهند دید. عزیزان وقتی تفکر میکنید در احسانهای خدا، حتی مثل مزمور نویس داوود میگه جانش حتی نمیکشیم، میگه جان من خدا رو شکر کن، احسانهای او رو فراموش نکن، ای هر آنچه که در درون من است خدا رو هم بگو، خدا رو تسبیح بگو. از این باعث میشه، تنها این باعث میشه که تو از این مذبح برنجین، از این مذبح قربانی یکم فاصله بگیری، یکم کنف وارد قدس بشی، وارد اون تخت رحمت بشی و دعا و شفاعت در نام عیسی مسیح به حضور خدا بالا ببری. آمین. و کلیسا در خدمت کهانت خودش در این زمانهای آخر بدرخشه. خدا میدونه که چقدر من حتی وقتی خدا اینو برای من باز کرد، اون آیه عبرانیان و باب 13 آیه 15 رو داد، واقعا چقدر توبو اعتراف کردم که چقدر حتی دعاهای من با غرغر بوده برای کلیسا، برای عزیزانم با شکایت بوده. چشمای خودمونو ببندیم قبل از اینکه با رقص و پایکوبی و شادی احسانهای خدا رو به یاد بیاریم، عملا به جان خودمون نهیب بزنیم که او رو شکر و سپاس بگیم. میخوام چند لحظه بیستین عزیزان. ای خداوند، ایمان دارم که این پیام تو
پیامیه که برای کلیسا، تو سخن گفتی امروز با کلیسای خودت. دعا میکنم ای خداوند روحایی که بیداره بشنوه که روح القدس داره به کلیسا چی میگه. اگه کسایی هم خداوند هنوز بیدار نشدن، دعا میکنم خداوند، چون تو خدای جمیع رحمت ها هستی و اون تلنگرهای پدرانت و اون تلنگرهای پر از رحمتت در قلب اونا رو بکوب ای خداوند، که در اون خلوتگاه خودشون، در اون نهانخانه خودشون خداوند چراغی در اون تاریکی های ذهن روشن بشه، در اون تاریکی های خاطرات ما انسان ها که چقدر زود فراموش میکنیم که کجا بودیم، خدا ما رو کجا آورده. ای خداوند رحمت تو به حرکت بیاد، چون تو نیکویی، رحمت تو تا ابدالآباده. دعا میکنم خداوند برای تک تک ما، کارهای عجیبی که در زندگی ما کردی که چقدر زود فراموش کردیم، خداوند به یاد ما بیاری، خاطرات ما رو در روح زنده کنی خداوند، که تمام اون محبتهای تو رو که اصلا یادمون رفته شب گذاری کنیم خداوند، و قلبهایی که تکون میخوره لبریز از شکر و سپاس این خداوند عالیه عیسی مسیح که روی صلیب رفت و چه قربانی برای ما داد در مذبح برنجین، و چه شفاعتی الان داره برای ما در اون مذبح بخور میکنه و منتظر تک تک ما در اون خدمت کهانت، در اون شکرگزاری، در اون ستایش وارد بشیم و با شفیع دلسوزمون، با عشق و محبت و جانمون برای کلیسا اول، برای خانواده ها، جوانانمون، برای بچه هامون دعا کنیم ای خداوند. جانهای ما رو در حضور خودت زنده کن، خوابالودگی ما رو ببر ای خداوند، و دعا میکنم هوشیاریه اون باکره های دانا رو به کلیسای تو بدی، تا چراغدانهای ما ای خداوند پر از اون روغنهای هوشمندی که میگه خردمندان بدانند، خردمندان به کارهای خدا و اعمال خدا فکر کنند ای خداوند. دعا میکنم همه ما مثل اون باکره های دانا در فروتنی در حضور تو، در شکرگزاری، در ستایش بیدار و هوشیار باشیم تا وارد قدس آسمانی تو بشیم، که تو به زودی خواهی آمد و طلوع صبح برای ما نزدیکه خداوند، و کلیسای خداوند بگه آمین و آمین. سو کلیسا آماده هستین بخور خوشبو نزد خداوند بیاریم با شادی، و همینطورم با یه سرود میخواییم شروع کنیم که در مزمور 103 که شکر کن خدا را ای جان، ای جان من شکر کن و فراموش نکن کارهایی که در زندگی تو انجام داده. با این سرود ها میخواییم نام عیسی مسیح عزیزان جشن بگیریم. آماده هستیم؟
تشکر میکنیم خداوند. مرسی خداوند. هللویا خداوند. الان نوبت شماست این قربانی های تشکر به حضور خداوند بیاریم. برای هر کاری که عیسی مسیح که در زندگی تو کرده از خودت تشکر کن. اگه میخوای وارد این قدس و لقداس بشی پس پرستشش کن. این بخور خوشبو خوشبو تشکر لبهای تو به حضور او بیار. شادی نامش را سراییم او شایسته حمله است، دستک زنان او را ستاییم او شایسته حمله است. با شادی نامش را سراییم او شایسته حمله شادی کنان، شادی کنان.